لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. بیا بشنوی دوست آوای خیش، گره تا کنی باز از پای خیش. چو دادی نشانت به بیگانگان، ز خیشان تو را نیست نام و نشان. به دین بیابان سپردی چو دل، جدا کرد ما را از این آب و گل. بر بوم این مرز ویرانه شد، سرای زد و بند بیگانه شد. گدا آمدند و گرفتند جان، به یک شب خدایان شدند این ددان. گلوی پسر بر سر دار شد، پدر سوی مادر تبردار شد. تبر خون ما را در این خانه ریخت، بهایش به انبار بیگانه ریخت. گرفتند و بردند و بستند، جز از مرگ یاران خبر. خدایی که اینان به ما داده اند، قفس دارد و هم کمان و کمان. قفس را به پا کرد بربندگان، کمند و کمان را بر آزادگان. به هر زندگی که سر بندگیست، دلیران کشتن، دلیران کشتن برای به زندگیست. از آن روز من زندگانی کنم، که زنده نماند یکی دشمنم. ابلها، با دشمن در خانه چطوری باید زندگی کنی؟ نباشد همی، نباشد رهی جز به پا خواستن. به پا خواستن همزمان تن به تن، که فردا سراسر در این بوم و بر، نیابی ز ما رفته رفته اثر. عرب نامه ای را گرفتیم دست، عرب نامه ای را گرفتیم دست. سپردیم کشور به تازی پرست، کنون سفره بر دیو آراستیم. ز فرزند خود نان شب کاستیم. بهت میگم امروز چجوری روا روا کی شود مهر دشمن تو را؟ سزا کی دهی جز شکستن تو را؟ سرای تو در خواب که بیگانه نیست، جز این خانه ما را دگر خانه نیست. وطن ایران، عرب ملک غزه، عرب ملک غزه کجا؟ من کجا؟ فلسطین کجا؟ عشق میهن کجا؟ هزاران فلسطین و چون آن و این فدای یکی خشت ایران زمین، که اینان بسی پارسیان کشتن. جان من، عزیز من، که اینان بسی پارسیان کشتن و دارن میکشنم الان، از افغانستان تا ایران تا هر جا پارسی ایرانی ها یه دارم میکشن. بدبخت و قاتلوهم حیث ثقفتموهم،
و قاتل الذین لا یؤمنون بالله، که اینان بسی پاسچیان کشتند، خدا کشته و خود خدا گشتند، به سود بقای نظامی پلید امامو امامزاده خر در خروار آمد پدید. نه هرگز با همه اینها نه هرگز فراموش خواهیم کرد، نه هرگز بداریم دست از نبرد. مرا نیست زین گفته خوشتر بیاد، مرا نیست زین گفته خوشتر بیاد. نباشد چو ایران، نباشد چو ایران جهان هم مباد. من نیز برای شما جدید هست، تا حالا نشنیدید، یک تحلیل نو باز امروز سیاوش اوستا بهتون میده، بشنوید و همه جا پخشش کنید. اون نکته چیه؟ ببینید الان شستشوی مغزی با چی انجام میشه؟ با پول و تبلیغات. یعنی یه دیر میخرن، بعد بیرون یه دیر تبلیغات میدن، اینا پخشش میکنن، شستشوی مغزی توده های مردم. همیشه هم همینجور بوده. چه موقعی که رضا شاه اومد اون همه خدمت کرد، روزی که میخواست بره یک نفر نرفت پای کشتی براش گریه کنه، چه اون روزی که محمد رضا شاه اون همه، یعنی شاهنشاه آریامهر، شاهنشاه آریامهر اون همه خدمت کرد، دشمن تا تو خونش نفوذ کرده بود، دادم توبه نامه بخونه، چه بخونه، بعد بعدن نابودش کردن رفت، یک نفر تو فرودگاه براش خنده نکرد. چرا؟ اما براش گریه خیلی کم کردم، دو سه نفر. کوروش با اون شکوه و عظمت بارگاهش دیدید چه دوریه، قبرش چجوری الان. بابک خرم‌بین چه دلاوری ها، چه بریم قلعه شو لاقل ببینید، وقتی که سلاخیش کردند حرامزاده های اونجا جمع شده بودن، یه نفر نیمد داد بزنه بر خلیفه تازی، یا یعقوب لیث، نادرشاه، این بزرگ پادشاه آریایی ما. میدونی چه ها کرده نادرشاه؟ خبر داریم؟ ولی همه شخصیت ها و قهرمانان ملی شما رو اومدن با دو سه تا انتقاد که یا بهشون بوده یا نبوده لجنمال کردن. انتقاد به همه هست، همه اشتباه میکنن، اللهش اشتباه کرده که ابلیس رو آفریدی گفتی سجده کل، از اینا بهتون گفتم برید بخونید. الله که وقتی اشتباه میکنه همه اشتباه میکنن تو کادر، ولی ما قهرمانانمون نباید بذاریم بشکنن نابود کنن. قهرمان هم اگه نذاریم باید بسازیم. حالا اسلام از روز اول که هاشم میآفرینه و بعد محمد دنبال میکنه و اینا اونا کار نداریم، اصلا روز اول شستشوی مغزی، اینترنت بگو، سینما بگو، تلویزیون بگو، روزنامه بگو، همه چیز اسلام در خدمت خودش میگیره. امکانات اون موقع دیگه بدبختا، امکانات اون موقع، الان اینترنت اینا تو موقع که امکانات خاص بوده چی بوده؟ میگه آقا از صبح که از خواب بیدار میشی، از صبح سحر هنوز تو از خواب آمیشی، باید منو سجده کنی، منو ستایش کنی، باید بگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا و سلم. یعنی چی؟ میفهمی من یعنی چی؟ عقلت میرسی یعنی چی؟ میگه خدا، یعنی اللهش منظورشه، و همه فرشتهاش محمد رو دارن ستایش میکنن، سجده میکنن، بعد وقتی هم باید سجده کنی، ستایش کنی. کیه آخه که باید تا این حد ستایشش کنی؟ خدا بهت بندی خود چه ستایش کنه؟ بخواد یه چیه سهرگرد دختر نوسال ازدواج جنگ ها قذبات قذبه این رو حسن جون
خب ببین از همون اول شروع کنه تو کله تو اشهد ان نبی و اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، اصلا سر صبح که تو از خانت میخوای بیای بیرون بایستی ذهنت شستشوی مغزی بشه تا ظهر تا میشه وایسی باز بری شستشوی مغزی ادامه بدی، عصر عشا همه جور خلاصه شستشوی مغزیه ای برای همه که این شستشوی مغزیه تو ذهن مردم ما بیرون نمیره و نرفته بی فکر نکرده بودین هیچ وقت تا چه حد شستشوی مغزی. بعد میان براتون هر چی بخوای دعای ندبه و دعای کمیل و زیارتنامه و امام و امام و امام، اصلا دیگه خدا از یاد میره، حتی امرو بوت الله از یاد میره، جوش اینا میگیرن. تو دلت بخواد امامزاده و مسجد و گنبد و بارگاه و اینا برات میسازن، شستشوی مغزی الینه شدن یعنی در خود گم میشی در برابر این همه چیزایی که تو ذهنت بیاد میمون. برام اینه موفق 1400 ساله. حالا تو کی چجوری میخوای عاقل بشی آدم بشی؟ من منظور خودم آدم بشم با شعور پیدا بکنم. بعدم آقا دیگه فراموش کن دیگه، حالا هر چی گذشت ولش کن دیگه، اصلا ببخش دیگه، نباید فراموش کنی، نباید بشه بعد مخبر ببین چه قتل عامایی کردن تو ایران. برو ببین همشون همونایی که شما برایشون جون میدید، امام حسن امام حسین ببین تا کجا رفتن قتل عام کردن، تا گیلان تا بحر خیزر تا دریای مازندران تا کاسپیان، تمدن هزار سال ران ساله کاسی ها تا اونجا رفتن قتل عام کردن. بعد وقت وقت رو ببرم. خب چا حالا روشنفکر ما که روشنفکر نیست، نه همه تو دو تا حزب سادات تازی یا روحانیت و پایین آدوار میخرن خرشون میکنن و و اینها الان در یک بازی جهانی هستن برای نابود کردن کامل و تمام ایران، چون ایرانی مثل همه آدم هست، ولی این خون گرم میهن پرستی که درش هست در هیچ جا وجود نداره. وقتی میگم ایرانی یعنی از آریایی تو بگیر، از ایران و اسرائیل و بخش از ترکیه و کردها و بلوچ ها و سیستانی و هاتورپتی و بگیر برو تو تاجیکستان و افغانستان، همه اینا شامل میشن ها، همه ایران جا کوچولی ما نیست. تاجیکستان الان پاکترین سرزمینی است که بهترین نوع حاکمیت رو در تنگ دستی داره. این آقای امام علی رحمان، اول اسم بچه شروع گذاشته امام، بگه امام علی، بابا بچه من هم امام علیه، یه کی میفهمی من و تو؟ امام علی میاد دوشنبه شهرداری میده بچه خودش 39 ساله به بچه خودش، نمیاد پنهان کنه قایمش بکنه، نه تمام سران حکومتش جمع میکنه توی یک سالن، به بچهش میگه من به تو شهرداری دادم، پنج تا توصیه بهت میکنم، درست مثل شاهان کهن آریایی، مثل شاهان میگه پنج تا توصیه بهت میکنم، بچه تو پنج تا باید رعایت کنی، تو رستوران نباید غذا بخوری، به مردم تهیدست باید برسی، تو خونه تهیدستان برو، تو خونه ثروتمندا نرو، و من چون تو بچه منی اعتماد دارم تو رو میذارم، میدونم حرفم میکنی کارا رو میکنی، بعد میان من کار میکنی. و شما ببینید در دوشنبه رستم خیلی کار کرده، این پنج تا گوش کن تاریخی. Чи кадар серталаб бош. Супоришота назорат кун. Ту ҷавон ҳастӣ. Бенюа ҷавон ҳастӣ. Ман син соли шумо накуну бад директори совхоз таин кшо. Ту гуша нести. Ту рад ягон кас фишор оварда наметавонад. Ту да ягон кас намегӯяй ин масава гирифта ин шади ин шади. Ман бароям таин кардам. Агар касе диар мешед مردم نرخ نوارد از اون کن، تامینات ناس کن ساتی بالا، نقلات وای روا، برخش باشد. در معاشرت معامله هیچگاه با دغلی راه نتی زبانی پاکیزه داشته باشد. عبیده در خونه سویبکار نکن، ریستران نرو، در خانه یک اشتراکچی، یک کمپیر، یک بیوزن برای همین از همه بهترین چیزه که همون صندوق قشده باشن دستان میاران در پیشان میمونن، افتخار میکنن که رئیس شهر خانه من در آمده.
موفقیت. تشکر جناب آقای. حالا دنیا رو یادتون نره. پیش از این من به شما تا آقای ترامپ قدرت گرفت، من این عکس رو به شما نشون دادم و گفتم بر اساس این عکس از صحبت‌ها و کارهایی که شده یک نظم نوین جهانی در اون. یک نظم نوین جهانی شکل گرفت. یک اتحاد جهانی شکل گرفت. اول ترامپ پیش از اینکه قدرت بگیره یک شعارهای میداد که جمهوری اسلامی ها اینا فکر میکردن این الان میاد به نفع اینا کار میکنه، ولی زود عربستان سعودی ذکاوت خودشو به خرج داد، دعوت کرد اونجا، دعوت کرد استقبال، اینا همه رو میدونید که بایدن هم رفت، اونم رفته بود، دیدید چه استقبالی و چه شمشیری و چه گردنبندای طلا و نشان و چه چمدونای دلاری از خودشون کردن ترامپ رو. همونجا تمام کشورهای عربی اینا جمع شدن پشت سر ترامپ و آقای سیسی و شاه سعودی، تمام رهبرهای دیگه کشور اسلامی هستن و اینها یک اتحاد جهانی رو ساختند. اتحاد جهانی، اتحاد ابراهیمی با پیمان ابراهیمی که باز بعدن به امضا رسوند و اینا کامل شد. پیمان ابراهیمی یعنی ابراهیم که از دو تا پسر داره، اسحاق و اسماعیل. اینا در طول تاریخ با هم جنگیدن. اسحاق کلیم یهودی هستن و اسماعیل بچه محمد و اینا هستن. اینا در طول تاریخ با هم جنگیدن. اینجا به وحدت رسیدن. چرا؟ چون یک دشمن مشترکی دارن که همیکیه تشیع جهانی است. این تشیع جهانی که جز خرافات رو و بدبختی امروز بخشش رو بهتون میگم در جهان پخش نمیکنه، این رو بایستی باهاش متحد بشن، برای علیهش نیرو بسازن تا نابودش کنن. شدن اتحاد ابراهیمی، اتحاد نوین جهانی، تمام جهان با مرکزیت و ثروت و پول عربستان سعودی همه. حالا بایدن هم که الان اومد دیدیم باید که باید دیگه است، چون همین پیمان هست. حالا اومد کیه؟ تشیع علی خامنه‌ای ولایت فقیه. علی خامنه‌ای هم بره فکر نکنید این میره، تاجزاده هم بیاد، همیه خاتمی هم بیاد، همیه روحانی هم بیاد، همیه دیدید دیگه یعنی همه شو دیدید. بازی گول نباید بخورید. دوباره نظام جمهوری اسلامی یکیه، یکی مال خارجی است که خارجی ها رو خر کنن، یکی مال داخلی است. بعد هر کی هم بخوان بکشن اینا میگه آقا خود میزنی میکشه، فخر عزت خود میزن بیخیال. بعد میگیم اونا زدن، قاسم بزنی تو بزن، اوکی مشکلی نیست، بزن بزن، فاطمه زهرا بمونه، اینا بمونه. خب اینها کیان؟ نمونه شعر مرتیکه آخودی، ببین آخودی به چرفه میزنه. ما که مثل شما نیستیم، برای هدفهای دیگه زن نگرفتیم، ما زن گرفتیم که گریه کن برای امام حسین درست کنیم، زن گرفتیم که سینه زن برای امام حسین درست بکنیم، زن گرفتیم که بچه درست بکنیم سیاهی امام حسین از تنش در نیاد. تا حالا هم هر چی بوده اینطور بوده. زمانهای گذشته بر مردم که خیلی ها رفتن بچه هاشون را فروختن، همه شنیدین دیگه، اینا فقط برای گریه کردن نیست آقا، عرض کردیم اینا درسه. بچه هاشون را بردن به عنوان برده فروختن، آوردن خرج روضه امام حسین کردن. هیچ جا هم نداریم که اهل بیت سلام الله علیهم منعی کرده باشه. خب تو حرفا رو گوش میکنی؟ حسن ککت هم نمیگذه که، ولی از اون بعد اینا رو معبود کنن، اتحاد بسازن، اینا رو از بین ببرن. این جرثومه‌های فساد که الان دارن قتل عام میکنن، کشتار میکنن دخترای ما رو بخاطر هیچ. از اون طرف تو ببین، من که بارها به شما سالهاست گفتم که من کنت مولا فهذا علی مولا، مولا و موالی برده و بردهداریست. محمد برده های خودشو به علی میبخشه، میگه علی از این بعد بردهدار منه. بارها گفتم، هزار بار میگم، تاکید میکنم که اگه میخواست بگه رهبر دینیست باید میگفت خلیفتون، زعیم، زعامت رو بهش میداد، قیاده، قائد باید میگفت، نمیگیش کنم، میگه موالی. الان ولایت فقیه هم که هست، یعنی شما اون ولیه، شما برده این، برای میگه ولایت مطلقه فقیه، یعنی هر چی گفت تو باید تو گوش کنی، زن خود تو باید فلان، مرد خود تو باید فلان، جاویان و پولیت فلان. حالا شما ببین مملکت مردم و میهن ما که نون ندارن بخورن، خیلی هاشون، اون بخش کوچیک رو نمیگم، بخش بر یه نون نداره بخور. شما ببین رفتن یک کیک درست کردن 1430 متر. تو الان میشنم 1430 متر، با خودت میگه حتما 1430 متر کیک رو بایستی تو یک بیابونی جای بریزن که یک جایی باشه 1400 سیمت باشه، نه بدبخت.
1430 متر توی سالنه. بعد وقت دنیا نداره چنین سالنی رو. یه سالنیه یه جایی ساختن در عراق کنار قبر امام علی، فاطمه زهرا زنش رو برده اونجا، سید علی خامنه‌ای و باند همین ولایت فقیه و تشیع جهانی و اینا اونجا، اینا در 220، خوب گوش کن، خوب گوش کن، رقم میفهمی، متر میفهمی، در 220,000 متر مربع 61,000 متر زیربنا کردن، صحن فاطمه زهرا ساختن. این صحن همون جاییه که هر سال اربعین مربعین که دارن برن آدماشون تو مخابن و فلان اینا، ستاد بازسازی عتبات عالیات جمهوری اسلامی هم پولیش داده. این ستاد نمیدونن چند میلیارد دلار در سال خرج میکنه. این کی کنه؟ برد اونجا انداخته. توسط 15 نفر از قنادای ساوه بزرگترین کیک جهان رو به متراژ 1433 متر که سن قدیر هست و به وزن 20 تن آماده کنیم. در حرم امیرالمومنین صحن حضرت فاطمه و مزین با القاب امیرالمومنین یا حیدر کرار یا علی و بقیه صفات امیرالمومنین می باشد. این ابتکار عمل هنرمندان و شیرینی پزان ایرانی را عراقی ها کاملا ستودند، چرا که تجربه هم زیبا پولای عتبات عالیات دو بدن تشیع جهانیه. مثلا سازنده قنبله های گنبد های طلای همه جا که خراب شد عراق و زینبیه و فلان اینا که ایران دوباره ساخت با طلا و اینا رو یه پاکستانی میسازه اسمش هم من میدونم. بعد اینا از همین باز استفاده میکنن، مثلا بچه همین، آره میگم، نمیخواستم اینو بگم، سالهای قضیه اتفاق افتاده بود، من نمیخواستم به شما بگم، ولی الان در این شرایط اینجا میخوام اینو بهتون بگم. بعد اینها یه باند جهانی هستن دیگه، خود جمهوری اسلامی نیست، همونطور که انیس نقاش استفاده میکنن برای زدن یارو لبنانیه، محمد حسن ثمر استفاده میکنن برای زدن دکتر کوچارمنش لبنانیه، اینا در سطح جهانی از پاکستانی شیعه، عراقی شیعه، لبنانی شیعه، از کار خدمتتون که حتی آمریکای اروپایی اینا استفاده میکنن. من چند سال پیش اینها اومدن، رئیس بانک من عوض شد در خیابان شانزلیزه و یک بانک معتبر جهانی رئیسش که عوض شد، رئیس اومد یه نجیب جهان خوشتیپ فلان، اسمش که گفت اسمش کوچکش بود حیدر علی، و گفتم حیدر علی اومده اینجا رئیس شده. بعد از صورتون گفت تو میدونی حیدر علی یک اسم ایرانی؟ گفت آره ما اصلا ایرانی هستیم. بعد حیدر که میگن چی؟ یعنی حی در آدم زنده میگیره از وسط دوتا میکنه، پاره میکنه. یهودی ها که یه کار میکرد، یهودی ها علی میگرف، امام علی از وسط دوتا میکرد یهودی ها رو، اسم گذاشتن حیدر کرار. حیدر حمله هایی که کرده بود و قلعه های یهودی رو تصرف کرده بود، مثل خیبر و دیگه، اینا آدم ها رو جلو پاره میکرد، میگفتن حیدر صفتر، میزد تو صفه، میزد از بیرون. ما یه مدتی گذشت، چون منم همیشه دشمن سعی کرده برای ترتیب ما رو بده، ما همیشه آقای رو دیدم یک بازیجه رو حساب بانکی من داریم میشه، هی بهش مردم گفتم آقای بازی چیه؟ حساب ما که پول داره، چرا این کاری کردی؟ آقا وقتی اشتباه انفرماتیک بده، یعنی اشتباه کامپیوتر، آقا 10 تا از اشتباهات پیش اومد در از یه ماه من فهمیدم دوزاریم جا افتاد که یک کلکی خوشتن رسم یه حیدره. آره پدر خود یارو کاری نبود، برادرش از پاکستان میاد تو خونه‌اش، رئیس بانک ما، خب همه دنیا میدونه، برای همین بعض اطلاعات نواد پخش میشه، بعد برادر اطلاعات میگیره، کارت ما زیر کپی میره، میگه حتی تو پاکستان زیر جای دیگه میری کار میکنه. بعد یهو من اومدم این کارتای کریدی که داشتم اعتبار قوی هم داشت توی بانک بیارو پس دادم، گفتم آقا اینا شو پس میدم، کم کم میخوام از این بانک برم بیرون. به رئیسشون هم، رئیسم، رئیس کلشون که آقا من مشکوکم به این بانک تو و تشکیلات، اسناد رو براش فرستاد. آقا یه مدتی گذشت، یارو هم برای ما کاغذ نوشت، داد ایمیل هم زد که آقا این کارتی که تو به من دادی، کارت که اعتبار رقم‌های بالای پولی داشتم، کردیت کارتات، ما بستیم دیگه، تموم شد. به جون شما ما رفته بودیم ماه آگوست تعطیلات، خب نیستن همه میگه برن تعطیلات ماه جولای و آگوست، یه وقتی برگشتیم دیدم یک پاکت گنده از من که من اومده صورت سم فا کردم، دیدم 20 صفحه کارتای ما از 2 یورو بگیر تا 700 800 هزار 400 هزار 500 یورو خرج شده. این
کارتی که منحل کنسل شده احتمال نداشته که ببین تا چجوری ترتیب میدم. آقا ما فوری گرفتیم رفتم پیشش گفتم جان کارتی که ما همه کنسل کردی تاییدی هم کردی به ما فرستادی. یک دوم اینکه من نبودم اصلا تعطیلات میدم، من تعطیلات رفتم دوید شما رو اینم هتلم متلم این تو آمریکا و توی لندن و توی پاکستان خرج کرده. آقای این اشتباه شده، شما برید شکایت بکنید کلانتری، شکایت نامتون بیارید ما اینا رو به شما برمیگردیم حلش کنیم اینا. خب کارتای من یهو وقتی یه کارو میکنه شما در نظر بگیرید که دیگه نمیتونم با کارتم استفاده بکنم اگه دیگه هم دارم، چون شد یه ضربه بزرگ اقتصادی چند میلیونی به من وارد شد تو این قضیه. و بعد که تو حالا بیاو آقا بعد به رئیسش که رفتم میگم رئیسش همون جریان موقعی بود که جریان پاناما پیپر پیش اومده بود و فرانسوا هلند هم به من نوشته بود که من دشمن اصلیم فایننس هست، یعنی سرمایه‌گذاری باطل. و بعد پیدا شد که آقا توی بازی ضربه بزرگی که به ما زدن. بعدم که ما تحقیق کردیم دیدیم یارو حیدر علی میدونی کیه؟ تو ایران خوب میدونن، تو ایران حیدر علی رو بچه‌ش البته من اسم فامیلیش نمیگم خوب میشناسن، کسیه که یارو پاکستانی است و تمام گنبدهای طلای جمهوری اسلامی رو این میسازه و همین فاطمه زهرا ماتمی زهرا و همه خرجوی دوستی رو این تشکیلات جهانی. حالا در برابر تشکیلات جهانی ارتجایی خب از ورم تشکیلات جهانی میده میشه که ترتیب اینا رو بخواد بده دیگه. حالا از اون ور مهار باید روز به روز نابودتر کنن، ذلیلتر کنن. چیکار میان میکنن به خاطر که این موارد تو نفهم اینا؟ آقا روسری تو صد کن. ولی زنان ما شجاعن، زنان ما شجاع دلیر. تو با این نسل دیگه نمیتونی کاری بکنی. این نسلی که اومده بیرون، این زنان شیرزن آریای ایرانی که این هم که این بار شهریاران آزادی بخش ایرانی هستن، شهریاران آزادی بخش، رهبران آزادی بخش نوین ایران، این زنان هستن. ببین روشنه چیز از سر برمیده آمدم که سر نهست عشق تو را به سر برم بر تو بگویم که شکنم شکر برم آمدم چو عبل جا از همه دیگه ها نها آسوی جان و دیدگاه همونجوری به قولمون وفا کردیم و روسری ها رو دروردیم. امیدوارم همه به وعدشون وفا کنن و امروز بدون روسری و مرد نده الوعده وفا. از همه میخوام امروز حجاباش ندارن، روسری های سفید به دست بگیرن. تصمیم گرفتیم از منزل تا محل کار و محل کار بالعکس این کار رو انجام بدیم در حمایت از خودمون خانوما و تمام کسایی که تا به حال برای داشتن این حق ما جنگیدن. هزار شاه روحت شاه. حجاب بی حجاب دیگه، من 20 ساله دارم این خفت رو میکشم دیگه بس. رو سر ما سرم نمی کنم عزیزم، سرم نمی کنم. به قانون بد نباید احترام. وای به ما ملتی که بخوایم به خاطر دو تا تار موی زنا بگیم که حجاب هست یا حجاب نیست. من یه بی حجابم، اصلا حاضر نیستم این لعنتی رو سرم کنم، حاضر نیستم. بعد مردم از اینها دفاع میکنن، من درود دارم به سرشوران آری پسر دوچرخه سواره، دوچرخهش ویل میکنی من از یه روی دفاع میکنی از زن ایرانی که نمیشناسه؟ از هیچه نمیترسه بگیرنش ببرنش.
یعنی یکی نیم اینا رو اصلا خیلی رب داری سایت خیلی تو بلند شو بابا بینم بابا به شما شو رب داری چی کاره ایشون؟ رب داری بلند شو ببینم بلند شو چی کاره ایشون؟ بلند شو بابا اصلا به تو چه ربطی داری به شما ربطی نداره ما هجوری دوست داشته میتونن توی اوتوبوسن هر جاستن زنان دفاع میکنن اچسی ترس ندارن ترس ندارن ترس از دل اینها ریخته شده حالا در برابر این سلحشوری ها این گشت ارشاد رو دیگه مردم از این بعد میزنن میدونن که دشمن داره ما رو این برابر میفرسته چیزای باطل با میکنه تا بتونه به اهداف خودش برسه ولی جمهوری اسلامی هم رسوا شده از اون ساختن سهل فاطمه زهرا شما بگیر میدونید تو این چند سال چند میلیارد دلار اینا خرج پاپرهنهای دنیا کردن که اینا رو مسلمان کنن دیگه رفتن قبایل وحشی آفریقا رو بردن قوم و مشهد دست دادن یکی فرستادن که یه صد هزار تا شیعه بکنه عشق جمهوری اسلامی به اینه که شیعه چی میسازی؟ همه این هم سرکوب شدن الان شیعیان قدرت حکومتی نه در لبنان دیگه دارن نه در سوریه دارن و نه در عراق قبلا قدرت حکومتی داشتن وقتی قاسم سلیمانی بود حکومت دستشون بود و او خودش به این سازمان سیا گفت من رئیس جمهور اینا منم قدرت داشت همه چیز دستشون بود الان اینا قدرت سیاسی ندارن فقط سرباز دارن اونجا که سرباز دارن از جیب تو حقوقشون رو میدن پول بهشون میدن همونطور که در آفریقا و جای دیگه دنیا این گدا گشنه ها رو میارن میگن شیعه شده یارو هم علی و محمد و حسن و حسین و امام جواد اینا میگه حقوقش میگه زندگیش میکنه Ng'ombe. Sisi tachinja ng'ombe. Iko siku kubwa nakuja katika mwezi huu. Na hiyo siku ya mubaila. Hii siku mtume alitoka na watu wake yote. Mwenyezi Mungu ya saba naitwa Imam Al-Kadhi. Ya nane naitwa Imam Ridha. Ya tisa naitwa Imam Jawad. Ya kumi naitwa Imam Hadi. Ya kumi na moja naitwa Imam Al-Hafidh Askari. Ya kumi na mbili kama mimi nakaa chini na mama kwa heshima. یکی از کسایی که سردار سپاه جمهوری اسلامی بود بعد در بخش اقتصادی ایران در شهرهای مختلف کار کرد بعد هم به این مأموریت دادن در شمال آفریقا رفته بود چون میدونی مثلا در نیجریه چند میلیون نفر رو اینا شیعه کردن اینو فقط گفته ارشدن لا لا ارشدن سو ارشدن علیان ولی الله ما 100 دلار بگیر چند میلیون رو برید بخونید مطالعه کنید من بارها گفتم به این قضیه برنامه رفتم دیگه الان نمیخوام بگم برید برنامه قبلی ما رو گوش کنید خب ایشون میگفت که آقا ما رفتیم توی کشورهای آفریقایی تا دلت بخواد بیمارستان، مدرسه، جاده، مسجد از اینا ساختیم چندین میلیارد دلار هزینه کردیم باید رئیس جمهور با ما بود حتی کمر میگن اینا کمر که اون کشور کوچیک اون رئیس جمهور چند وقت پیشش از این طلبای قم بود بود بودن دو گذشته بودن اینا همه رو میگه ما رو قد پذیرفتن و رئیس جمهور مال ما آدمای ما بودن که تو ایران آموزش یافته بودن اینا میگه تا ساخت و سازهای ما تمام شد در این کشورها یوه عربستان سعودی اومد پول بیشتر داد همه رو گرفت ما رو بردن زدن کنار کشتن حتی این رهبر نیجریه که چند میلیون نفر شیعه کرده بود زدن لت و پال و فلج ملج اصلا نداشت چون خارج میشه بقیه جون هم تو به پولای من و تم اینجوری خرج حتی اینا شد عزیزان من حالا هم این قدرت جهانی یادتون نره
میشه باش معامله کرد، یعنی با قدرت جهانی. شما فکر نکنید همون وقتی بهتون نشون دادم که اتحاد جهانی پیمان ابراهیمی فقط مال اون کشور است، نه، اینا چون قوی هستن دنیا دستشون است، میتونن حتی روسیه رو بیارن تو خط خودشون. ترکیه که اصلا تو خط اوناست، ترکیه با اوناست، همه هم پیمان جمهوری اسلامی با اونان، میتونن حتی رئیس جمهور بذارن توی عراق، توی سوریه، نیروهای نفوذی توی سوریه. پوتین رفت ایران با رجب طیب اردوان، همونی که من بهتون گفتم شد. خامنه‌ای گفت نزنید سوریه رو، جنگ نشه، ما فلان، تا این هنوز بر نگشته بود تو هواپیما بود رجب اردوان برگرده، هم سوریه رو زدن، هم عراق رو زدن، هر دو تا کشور رو زدن، نه تو پار کردن بنده خدا مردم بگره، بیشتر همین کردهای ما رو، هم وطنان تاریخی ما رو زدن، داغون کردن و کشتن و ادامه داری. یعنی آقا برو کش که تو به سبسه دلی، هنوز تو هواپیما بود رجب طیب اردوان، گفت این تو جاسوس اسرائیلی، تو آمریکایی هستی، نبایدی کاری بکنی، کار اونا چه کار نیست، تو هواپیما بود، هم عراق هم اونجا رو زدن. از اون طرف اینا فکر کردن همونجور بدون رضایت جمهوری اسلامی زدن، با رضایت جمهوری اسلامی زدن. ساخت پاک بود، ساخت پاک چیه؟ بده بستان، بده بستان بیزنس. میگن آقا حالا تو حرفات بزن سه داری، هر چه زیر داری بزن، ما میریم هم عراق میزنیم هم سوریه. خب تو چی میخوای عراق؟ سه داری نگاه کن، سه داری، یه چیز ما بهت میدیم. چی؟ 23 جولای مجاهدین خلق نشست جهانی دارن. راستی؟ آره، ولی با اینترنت، با زوم. ما کار میکنم که زومشون برگزار نشه، ولی اونایی که میخوایم میزنیم. این معامله اوکی، اوکی. آقا مجاهدین خلق از چند ماه پیش تدارک دیده بودن، چون میدونین سابق اونجا تو ویلپند یک استادیوم ورزشی جمع میشدن چند هزار نفر، شخصیت‌های آمریکایی، آمریکایی اینا میوردن، اینا یکی دو سه ساله که اینا رو نذاشتن اینکه کار بکنه، حتی گفتن اینکه می‌خواد ترور کنه و بمب بذاره و یارو گرفتن، بعد دعواش میدونین. اینا آمدن یکی دو سال که اجرا نشد، امسال میخواستن با زوم این کارو بکنن. با زوم، حتی با یک تلفن دستی تو هر جای دنیا باشی میتونی زومتو فعال کنی و چندین هزار نفر رو با چند تا دستگاه تلفن دستی حتی بیاره و کارتو بکنی. یعنی کاری نیست که نشه بکنی، بیان مزاحمت بشن. ولی یهو آمریکا اعلام کرد که در آلبانی امنیت نیست. من به هموطنان خودمون مثل همون سراتور پناتورهایی که میخواستن برن مثل پنس و مثل پومپئو و اینا، گفت میگم که امنیت ندارید شما. اون که حتی خونه شون میدونستن بازون برن، لازم نبود باشن برن، حتی خونه بازون. آمریکا که اعلام نرداد، آلبانی هم یهو گفت بله بی مجاهدین خلق، گفت امنیت نیست، آقا برنامه شون کنسل شد. عقلم جور در نمیاد، عقل جور در نمیاد، چون میتونه تو یک خونه ناشناسی 10 تا دستگاه کامپیوتر و تلفن بذارید این کارو بکنید. خیلی راحت هر کسی تو خونه خودش کار بکنه. مثل دوران کرونا اصلا زمال همیه. ولی این ساخت و پاختی بود که جوری اینا، این زمینه است. من به بچه ها بگم مواظب خودتون باشین، این زمینه است. ترکیه رجب طیب اردوان مشخصا مسئولی قضیه میشه که رئیس جمهور آلبانی تماس بگیره و به بایدن هم بگه، بگه که آقا تو این رو بگو، تو این رو به رئیس جمهور آلبانی هم آقا جلوی اینا رو بگیر، چون روابط آلبانی با ترکیه از زمان انور خوجه اینا روابط بوده، چه حالی دولت جدید. بعد اینا بنده خود با یک چمدون دلار همه کار میکنن. حالا این با این کار، همونی که قبلا هم بارها گفته شد، این سرویس های امنیتی خودشون بگه، این الان یه احتمال است که اینا تا چیزهای آینده است اصلا وارد عملیات نظامی بشن برای سر نابودی اینها، چون این کانون های شورشی که ساخته شده و تو کانون های شورشی هر روز داره درگیری و فلان و بیسار و اینا، الان هم که دیگه کانون های شورشی چند میلیونی اینا دارن دفاع میکنن مردم ایران، از مردم ایران، از کسایی که گشت ارشاد اینا میگیره میزنه، مردم میرن تو میدون دفاع میکنن میزننشون. خب برای رژیم اینا خطرناکه، خطرناکه، نمیذاره. و اینجوری ما میبینیم که اینها شوربختانه دارن در اتحاد جهانی همشون دستاشون تو دست همه، ولی ایران رو یک طرف خرپرور کردن و اون طرف رو چیز دیگه. بعد از اون طرف چون میبینن که آیین اوستا، این زرتشت در سرتاسر دنیا نفوذ کرده و من سپاسگزار مهرام عزیزانم هستم در سرتاسر جهان آریایی، میان تبلیغات علیه این آیین و این فرهنگ و این فلسفه زندگی را میذارن. هی برام الان میفرستن، آقا
نزدیکا اقربای خودشون عروسی میکنن زرتشتی. اینا دروغه، اینا دروغه. حتی اگر یک نویسنده و شاعر بزرگ و عارف بزرگی در طول تاریخ اومدن به اسمش چیزی نوشتن، به اسمش که مال خودش هم نبوده، اینا همه دروغهایی که بستن. تا همین الان همین چند تاشو نشون دادم، آخونده میره مال منبر این مزخرفات رو میگه، این چرندیات دروغی که میگه که یه بچه 5 ساله نمیپذیره. خب اینا این اشعار رو میذاره، یک دو تا خبر هم میذاره که اینا با نزدیکان خودشون ازدواج کرده و میکنه. این دروغه، اینا چنین چیزی وجود نداشته و نداره. سادات تازی و روحانیت در طول تاریخ متحد بودن، چون اصلشون بمونه، اصلشون که بمونه، اینا چی میکنن؟ برای موندن اصلشون میان دروغ میگن. چون آیین اوستا آیین کهن آریایی است. اینا که من تو مملکت که اوستایی نیستن، آیین سیدن، اینا سیدن و از عربستان آمدن توی ایران. حتی عراق هم ایرانک ایران بوده، حالا از عربستان همش هم شد، اما بده همش هم سید فرنا. این سیده که اصلا دشمن من، اصلا از هزاران سال پیش و از 1400 سال پیش مشخصا برای نابودی ما آمدن عزیزم من. اینها که حرفاشون قابل اعتماد نیست. از طرفی یک نکته خیلی مهم، وقتی تازیه بیرون حمله میکردن، هم درس جدید خوب گوش کنید، ایرانی ها میرفتن جمع میشدن در 20-30 خانوار توی یک خانه، توی یک کاخ، توی قصر، توی یک ده زندگی میکردن که امنیت داشته باشن، که میخواد جزیه بده یک خونه بده برای 10 خانوار. عمه، عمو، خاله، دایی، عروس و داماد بچه همه توی خونه جمع میشدن. رئیس او خانواده پدر خانواده بود، مثل این پدر سالار فیلم بوداشتن، این پدر رئیس او خانواده بود. اینا که از بیرون احمقا میدیدن فیلم کردن، این پدر، این مادر، تمام اینها بچه های اینا و تمام بچه ها با هم ازدواج کنن. نه، پسر دایی، پسر عمه، پسر خاله، اینا بوده ازدواج بین خودشون، ولی در یک ده، در یک کاخ حتی بودن. نمونه اینه برای که خوب بفهمید، من خواهش میکنم برید یه فیلمی رو ببینید. این فیلم هندیست، اسمش هست یواش یواش سانسور میشود. یواش یواش سانسور میشود نشون میده که توی خونه همه جمعن، همه، ولی عمو و عموزاده و خاله و خالزاده و دایی و دایزاده از بیرون هر کی میره فکر کنه همه خواهر برادرن. این نکته مهمه، درسی که بهتون دادم کوتاه گفتم، بر شماست که باید تحقیق کنید، بیشتر باز کنید و نگذارید افترا و دروغ و تهمت به آیین اوستا، آیین زرتشت بندازن، تهمت به پای ما بندازن و بگن که اینها با نزدیکان خودشون ازدواج کرده میکنن. نه، دروغی این یادتون نره، ولی با فامیل خودشون، عمو عموزاده فلان میکردن، چون میخواستن نسل بین خودشون رشد پیدا کنه. ولی اون طور که میگن از یک پدر مادر، مثل که مسلمان ها و دیگران میگن که اینا از آدم و حوا هستن، همه شون بچه های پدر مادر ها، خودشون هستن، ما نیستیم. ما متمدن بودیم، تمدن داشتیم، فرهنگ داشتیم، آیین داشتیم، پزشکی میدانستیم، خیلی چیزا. و بعدم الان یادتون نره عزیزان من، خیلی اینه که من یه حرف رو میزنه، یارو فکل داره، کرواتیه، استاد دانشگاه است، به اسلام هم توهین میکنه، فحش میده، هوادار شایی هم خودش میگه، اینا همه کلکاییه، دروغ میگه که یک کلک شکار بندازه زدن آیین اوستا. شما زرنگ باشید، آدم متفکر و اندیشمند و دانا همینی که سیاوش اوستا دو دقیقه به شما گفت رو اگر نمیدونست از الان میفهمه، عذرخواهی میکنه. ولی اگر ادامه دادن اینجور کارها رو، همینی که بهتون گفتم، اینها سعادت تازیست. دو طایفه دشمن تاریخی ما هستن، همونجور که برای شاه دروغ جعل کردن که آقا مته مینداخته تو کله اون، که بعد همه اومدن اعتراف کردن که دروغ گفتن برای که شاه رو سرنگون کنن. چه دروغایی ساختم؟ چه دروغایی ساختم؟ سینما رکسم رفتن آتش زدم نکردم؟ خب الان همینا برای که آیین اوستا رو در تاریخ و چه از قدیم هم بوده، یارو موسیقیدان بزرگ بوده، عارف بزرگ بوده، شاعر بزرگ بوده، این اومده و چرت و پرت به نامش گذاشتن تو تاریخ، اینها معتبر نیست عزیزان من. باز به پایان برنامه میرسیم. پروانه میخوام ازتون که دستان گرم همه شما رو بفشارم و درود بفرستم به مهربان یار گرامی، برادرم مهندس امیر شجره، دبیرکل تلویزیون پارس،
تا برنامه دیگر در پناه اهورا مزدا، خداوند دانایی و توانایی باشید. هر تکه این سخنان رو بایستی پخش کنید، روزانه روشنگری کنید در سطح جهانی. عزیزان من، هفته پیش به من نشون دادن 1,800,000 نفر در ماه گذشته ما رو دیده بودن توی یکی از حسابمون. من سپاسگزار شما هستم. ما به این کنتورهای جعلی اهمیت نمیدیم. Suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste, vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon, sinon envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و کتاب اوستا. سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دل کهن در گذری. با 7000 سالگان سر به سری، فردا که از این دل کهن در گذری، قاضی در گوشی به خیام گفت این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنند. دا به پاخی زد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم، دانی در ازم زمه پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم.
تو ایاز ادامه میداد. امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت: وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت: در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن. ببین گربه منو به کجا کشی اکبری. زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار. عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار. ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده. تکذیب و توهین به تاریخ هزار ساله ما. حادثیه دوم انقلاب 57 خمینی. قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی. می نویسم از برومم از سقوط هفت هزار سال. میشه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.